قتل‌های ناموسی باز هم در آن کشور قربانی گرفت. یک مدل پاکستانی که به کیم کارداشیان پاکستان معروف است توسط برادرش کشته شد. قندیل بلوچ یکی از هزاران زن پاکستانی است که توسط اعضای خانوادهش به بهانه دفاع از شرافت و ناموس کشته شدند. بابک شهایی گزارش می‌دهد. یک مدل پاکستانی قربانی قتل‌های ناموسی شد. قندیل بلوچ، مدل پاکستانی که اخیراً به دلیل منتشر شدن عکسش با یک روحانی مسلمان در شبکه‌های مجازی جنجال ساز شده بود، توسط برادرش خفه شد. به گفته سخنگوی پلیس، خانواده بلوچ یکی از شش برادر او را مسئول قتلش دانستند. یک بھائی جو وسیم نامی ہے، برادر او به اسم وسیم که شب در خانه آنها خوابیده بود، پس از کشتن خواهرش فرار کرده. پلیس برای بازجویی به دنبال وسیم است. اعضای تیم پزشکی قانونی هم در خانه متوفا در حال تحقیق هستند. بلوچ که نام اصلیش فوزی عظیم است، پس از انتشار عکسش با مفتی القوی که اعتراض محافظه‌کاران را در پی داشت مشهور شد. او که به کیم کارداشیان پاکستان مشهور است، درباره این عکس گفته بود در ماه رمضان که مسلمانان عموماً روزه می‌گیرند، همراه با این روحانی نوشیدنی و سیگار مصرف کرده. پس از انتشار این عکس، دولت پاکستان اسم مفتی القوی را از کمیته رویت هلال ماه حذف کرد. بلوچ که ساکن کراچی بوده است، اخیراً به دلیل افزایش تهدیدها به پنجاب بازگشته بود. به گفته برخی منابع، برادر فوزی پیش از این از او خواسته بود حرفه مدلینگ را کنار بگذارد. قتل‌های ناموسی در پاکستان رواج گسترده‌ای دارد. سالانه حدود 500 زن به دلایلی از جمله دفاع از شرافت خانوادگی و ناموس به دست اعضای خانواده‌شان به قتل می‌رسند. بابک شعایی، صدای آمریکا.